آیا گربه ها هم موسیقی دوست دارند؟ تأثیر موسیقی بر روی گربه ها. همه ما از تأثیر درمانی موسیقی بر روح و روانمان به خوبی آگاهیم و برخی شاید از این شیوه برای گربه ها نیز استفاده کنند. اما آیا گربه ها هم مانند ما موسیقی را دوست دارند و از آن لذت می برند؟ در ادامه این ویدیو به این مطلب می پردازیم. تحقیقات علمی و تجاربی که در این زمینه صورت گرفته نشان می دهد که برخی گربه ها از بعضی سبک های موسیقی لذت می برند. اما وقتی صحبت از تحلیل چنین موضوعی می شود، پی بردن به چگونگی حواس و یا نحوه شنیداری گربه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می گردد. اگر گربه ها سبک خاصی از موسیقی را دوست دارند، دقیقاً آن چه سبکی است؟ موسیقی کلاسیک یا پاپ یا جاز یا متال؟ و اگر حس شنوایی گربه ها متفاوت از انسان ها باشد، پس از موسیقی انسان ها چه چیزی می فهمد و قابل درک است برایش؟ حس شنوایی گربه ها. گربه ها برای برقراری ارتباط به شدت روی حس بویایی خود وابستند. اما به اعتقاد کارشناسان، گربه ها برای بیان احساسات خود از حس شنیداری و تولید اصوات متفاوت نیز استفاده می کنند. در واقع گربه ها توانایی تولید 12 صدای متفاوت را دارند که هر کدام معنی خاص خود را دارند. اما آنچه که اهمیت دارد این است که نوع شنیداری گربه ها متفاوت است و متفاوت از انسان هاست. حس شنوایی گربه و نحوه تشخیص صدا در گربه ها بسیار حساس‌تر و پیچیده‌تر است و برای اندازه‌گیری آن هر سه مقیاس طول، فرکانس و شدت دخالت دارد. برای اینکه بهتر متوجه شویم، شاید مقایسه مثال‌های زیر بیشتر به ما کمک کند. کرم ابریشم بیش از 300 کیلوهرتز، یعنی بالاترین کیفیت شنیداری. هرتز واحد فرکانس است که بر اساس اختراع کننده یا به وجود آورنده آن هرتز، این نام و این مقیاس برای آن در نظر گرفته شده است. دلفین از 20 هرتز تا 150 کیلوهرتز، یعنی 7 برابر انسان. خفاش از 50 هرتز تا 20 کیلوهرتز. سگ از 10 هرتز تا 50,000 هرتز، 4 برابر انسان. گربه از 30 تا 65,000 هرتز و انسان بین 20 هرتز تا 20,000 هرتز، یعنی دقیق ترین. این 20 هرتز تا 20,000 هرتز محدوده شنوایی انسان است، یعنی پایین تر از 20 هرتز که تا 16 هرتز هم میرسد و بیشتر از 20,000 هرتز برای انسان معمولا قابل شنیدن نیست. حال این را حساب کنید با آنچه که برای حیوانات دیگر نام بردیم. آیا گربه ها موسیقی کلاسیک دوست دارند؟ اما آیا گربه ها موسیقی را دوست دارند یا خیر؟ خب بستگی دارد. چنانچه بخواهید نحوه شنیداری گربه ها را متوجه شوید، بایستی با دقت به اصواتی که گربه ها در شرایط متفاوت از خود ایجاد می کنند توجه کنید. به عنوان مثال، فریادهای بچه گربه هایی که مادرشان را صدا می زنند تون بالایی دارد، حدوداً 65,000 هرتز. اما در مقابل صداهایی با تون پایین تر هم ادا می کنند.
مثل صداهایی که گربه های بالغ به هنگام مواجهه با خطر یا تهدید از خود خارج می سازن. میوی گربه ها اصوات کوتاهی حدوداً 0.5 تا 0.7 ثانیه هستند که بسته به موقعیت و نیاز بچه گربه به 3 یا 6 ثانیه هم می تواند برسد. این اصوات معمولاً در مواقعی که بچه گربه سردش است یا گرسنه و یا در خطر است تولید می کردن. اصوات ناشی از تنها ماندن بچه گربه ها معمولاً طولانی تر و کشدارتر است و فقط مختص بچگی نیست، بلکه از اصوات ماندگار در طول عمر آن است. اما صدایی که به هنگام وضع حمل تولید می کنند حاوی صداهای جدیتر و وخیمتری است. صدای خورخور گربه ها نیز برعکس صدا زدن بچه گربه ها از اصوات ماندگار در طول حیات آنهاست. صدای خورناس گربه ها نیز که حاوی پیام ترس یا تهدید است تون صدای جدی تری دارد. یک صدای دیگر مربوط به اصوات جفتگیری است که اصوات طولانی تر و کشدارتری است. موسیقی متناسب با هر گونه و نژاد. برخی از دانشمندان و محققین رفتارشناسی حیوانات به منظور دستیابی به موسیقی متناسب با هر نژاد اصوات گربه را تکرار کردند. موسیقی متناسب با هر نژاد آن نوع از موسیقی است که بر پایه اصوات طبیعی گربه ساخته می شود و با موسیقی با همان طیف و فرکانس همخوانی دارد. هدف از این تحقیق غنی‌سازی شنیداری برای گوش غیر انسانی بود که بر طبق نتیجه‌ای که حاصل شد موفقیت آمیز هم بود. در همین حیطه محققین برخی موسیقیدانان کلاسیک مثل فلیکس پاندو را معرفی کردند که موسیقی کلاسیک مناسب را برای سگ‌ها و گربه‌ها بزنند. آیا گربه‌ها موسیقی را دوست دارند؟ در پایان می‌رسیم به بحث اصلی که آیا گربه‌ها اصلاً به موسیقی علاقه دارند؟ ما به شما توصیه می‌کنیم که موسیقی متناسب با نژاد حیواناتتان را برای او اجرا کنید. اما با این حال، چنانچه مقدور نبود، می‌توان گفت که موسیقی کلاسیک به دلیل آرامشش بهترین نوع موسیقی برای گربه است. چرا؟ زیرا گربه ها از آواهای هماهنگ و موسیقی ملایم لذت می‌برند و این به آنها آرامش می‌دهد. چون کلاً گربه ها حیوانات استرسی هستند، از تغییر جا، از موزیک و هر چیزی می تواند آنها را به استرس نزدیک کند و آنها را پرخاشگر کند. پس هر چقدر موسیقی ملایم تر و آرام تر باشد، آنها با آن ارتباط بیشتری برقرار می کند. البته تحقیقات متعددی هم نشان داده که برخی گربه ها که تعدادشان کم هم نیست، سکوت را بر هر نوع موسیقی انسانی ترجیح میدهند. خب دوستان، این بود ویدئویی در مورد اینکه آیا گربه ها هم موسیقی دوست دارند. مرسی، متشکریم. امیدواریم که این ویدئو تونسته باشه به شما اطلاعات مفیدی بده در این مورد و بسیار متشکریم از اینکه ما رو تماشا میکنید. لطف کنید ما رو سابسکرایب کنید، حتما اون زنگوله کنارش رو بزنید تا ویدئوهای بعدی اون براتون بیاد و بتونید ببینید و لطفا اگر پیشنهادی دارید حتما توی کامنت ها برامون بنویسید. بسیار بسیار متشکریم ازتون که بیننده و شنونده کانال خودتون هستید.